من چند خط از کتابی که تحت عنوان خاطرات زندان خامنه ای چاپ شده و منتشر شده رو بخونم، بعد سوالات زیادی دارم که حتما با شما مطرح خواهم کرد. بله بفرمایید. در این کتاب نوشته در زندان کمیته مشترک، اما روزها برای زندانیان به سیاهی شب بود و شبها در قعر فریاد شکنجه شدگان صبح میشد. چه رویایی بالاتر از ایستادن زمان؟ نیاید و نگذرد، نبینند و نشنوند، تا به آدمی چند اندازه است. زندانی را برای بازجویی ببرند، با پا ببرند و در بازگشت نشسته برگردد. او سید احمد احمدی یکی از همسلولی های خامنه ای بود. یک روزی من خودم بعد از بیمارستان به منزل برمیگشتم، وقتی وارد خونه شدم دیدم یه آخوندی پیش مادرم نشسته و داره از خاطرات زندان خودش که یه مدت بسیار کوتاهی تو زندان بوده و هیچ کاری هم بهش نداشتن، فقط برای اینکه جو رعب و وحشت درش ایجاد کنن بترسوننش، انداخته بودنش تو سلول برادر مجاهدمون، برادرم احمد احمدی، که اون جور شکنجه شده بود و این خاطراتی خودش به اسم سید احمد احمدی نقل کرده. بعد وقتی که این صحبتاش تموم شد و میرفت، من از مادرم پرسیدم که مادر این کی بود؟ گفتن که این علی خامنه‌ای بود. بله، این جنایتکار مجاهدین رو دیده بود، شکنجه های ساواک و دشخیمان ساواک رو دیده بود، ولی اینجور خبیثانه و جنایتکارانه الان همون جنایت ها رو با شدت بیشتر بر مجاهدین دوباره وارد میکنه. این جنایتی که فی الواقع تاریخ هرگز بر او نخواهد بخشید.